بسم الله الرحمن الرحیم. روزه 19 جمادی الثانی سال روزه ازدواج حضرت آمنه و حضرت عبدالله علیهم السلام است. حضرت عبدالله پدر بزرگوار حضرت محمد صلی الله علیه و آله در میان فرزندان عبدالمطلب امتیاز و محبوبیت ویژه‌ای داشت. پاکی و صداقت، نور نبوت و معنویت، اندام جذاب، سیمای دلنشین، اخلاق نیکو و کمالات معنوی، شخصیت این جوان قریشی را نزد بسیاری از مردمان جزیره العرب ممتاز، محترم و دوست داشتنی ساخته بود. حضرت آمنه دختر وهب، مادر رسول خدا صلی الله علیه و آله، نیز فضائل اخلاقی و ویژگی‌های والای انسانی را از پدرش وهب ابن عبد مناف و مادرش به ارث برده بود. حضرت عبدالله و آمنه حدود 53 سال پیش از هجرت ازدواج کردند و تنها ثمره این پیوند مبارک وجود نازنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است. حضرت عبدالله علیه السلام پدر بزرگوار حضرت پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، ایشان از جمله فرزندان عبدالمطلب بودند و حضرت عبدالله از جمله، یعنی کوچکترین فرزند حضرت عبدالمطلب بوده و در هنگامی که ایشان متولد میشه بنابر مشکلات پدرشان نذر میکنه که ما بچه 12 خود را در راه خدا قربانی مونم. یعنی بسانی که حضرت ابراهیم علیه السلام اسماعیل را قربانی کردن، حضرت عبدالمطلب عبدالله را یک قربانی بر راه خدا به نیت گرفته بود. بیشک پیوند میان حضرت عبدالله و آمنه که حاصل آن ولادت با شرفترین و عزیزترین انسان هستی، یعنی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله بود، مهمترین و با برکتترین ازدواج محسوب می شود. ازدواج اصلش اگر خدا محوری باشه، بر اساس مثلا رضایت خداوند اصلش صورت بگیره، برکات خیلی زیادی داره. مثلا در زندگی مشترک با هم آرامش خیلی خاصی را می داشته باشن و هدف دوتا زوجم با هم دیگه مثلا رسیدن به خدا است، هم سفر هستن تا ای که بهتر به بندگی خدا برسن و بهتر بتونن مسیر بندگی را با هم طی بکنن. ازدواج سالم به ازدواج گفتم میتونیم که دو نفر یا طرفین هم کف و هم باشه، یعنی ای که در هم ترازی هم باشه، نه ای که مثلا یکیش بالا باشه خیلی، یکیش خیلی پایین باشه از هر لحاظ. و ای که تقوا هم خیلی رول داره در ازدواج سالم. کسی که مثلا تقوا را در ازدواج در نظر نمیگیره، ازدواجش را نمیتونیم یک ازدواج سالم بگوییم. به خاطر از اینکه روایات خیلی عجیبی داریم در این مورد، در مورد تقوا در ازدواج، که گفته کسی که خواستگار دختر میآید، پدر دختر یا خانواده دختر باید فقط به طرف تقوای طرف ببینه و اگر بچه با تقوای بود دختر خود را بهش بده بدون هیچ کدام نگرانی. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله میفرمایند که بهترین ازدواج آسانترین و کم هزینه ترین ازدواج است، ولی متاسفانه در جامعه امروزی ما روز به روز بر تشریفات، سنگینی مهریه ها، اسراف ها و تجمل گرایی ها افزوده می شود. همی که میگن که همسر همسفری است تا بهشت، اگر واقعا در زندگی دو تا زوج خدا محوری در اصل باشه، آثار و برکات خیلی زیاد داره. از جمله دو تا زوج در فکر از این نیستن که ما مثلا چه رقمی تجملگرایی بکنیم، چه رقمی مثلا مادیات بچسبیم و آرامش از خود کسب بکنیم و اینا. ازدواج دستجمعی رو میتونیم یکی از مصداقهای ازدواج سالم نام ببریم و ازدواج دستجمعی تاثیرات خیلی مثبت داره روی جامعه و بنیان جامعه که فامیل میباشه و خیلی هم خوب است برای جوانای امروزی، چون فعلا شرایط اقتصادی کشور ایجاب همچین عروسی های هنگفتی را نمی کنه، عروسی هایی که مثلا از نگاه مالی یک هزینه هنگفت داره، و همین ازدواج دستجمعی یک راهکار بسیار خوب و مطلوب و منطقی برای جوانایی هست که ازدواج نکردن هنوز. هر پسر و دختری که به دوران جوانی پا می گذارد، بزرگترین آرزویش ازدواج
و ایجاد کانون گرم و پرمهر خانواده است تا یار و مونس و محرم راز پیدا کند و از نعمت زندگی مشترک زناشویی استقلال و آزادی بیشتری بهره‌مند شود. بهترین راه و روش زندگی را در قرآن کریم و سیره و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و خاندان پاکش می‌یابیم. احکام اسلام را روشنترین سرمشق زندگی سعادتمند می‌بینیم. پس بهتر است که به آیین اسلام روی آوریم و سیره رهبران آسمانی آن را سرمشق زندگی خود سازیم تا شاید از فتنه‌های روزگار در امان باشیم.